درود، خوش اومدید به کانال مکانیک شو. امروز خیلی راحت و سریع بهت میخوام یاد بدم چجوری بدون اینکه واتر پمپ رو باز کنی، چون دشواری داره. دشواری نداره اینجا. بیای و تشخیص بدی که واتر پمپ ماشینت خرابه. پس برای حمایت از من لایک این ویدیو یادت نره و کانال من رو همین الان سابسکرایب کن. توی کلیت سیستم پژو که بیایم، اینجا یه دونه شیر داریم، تقریبا میشه گفت این لوله برنجی، یه پیچه. اینو باز میکنیم. حالا من قبلا بازش کردم. بازش میکنیم و میذاریم کنار. بعد از باز کردن این پیچ میایم و درب رادیاتور رو باز میکنیم. درب رادیاتور رو میذاریم یک کنار. بعد میایم ماشین رو روشن میکنیم. بعدش میایم توی همین قسمت و با گاز بازی میکنیم. نیت ما چی بود از باز کردن این دو تا قطعه؟ ما میخوایم ماشین رو روشن کنیم و بیایم اینجا گاز بدیم، ببینیم پرتاب آب چجوریه. اگه از این سینی ماشین رد شد و با فشار اومد به این سمت، یعنی اون واتر پمپ سالمه. ولی اگه هرچی گاز دادیم از همین قد بیشتر نیومد، یا مثلا اومد تا اینجاها، اون واتر پمپ ضعیف شده یا رو خرابی داره میره. اما بریم تستش کنیم. این نکته یادتون باشه که هرچی گاز میدین از این کنار یه نفر باشه که آب رادیاتور اضافه کنه. اما بریم سراغ تست. خب الان توی حالت سلوه و من اصلا بهش گاز نمیدم، ولی اینقدر فشارش بالاست که داره میزنه توی این تیکه. الان با هم گاز بدیم ببینیم چجوری میشه. همونطور که دیدید چقدر فشار داشت واتر پمپ و الان واتر پمپش سالمه، ولی اگه از این ضعیف‌تر بود واتر پمپ خرابه. بعد از این که این نکته رو انجام دادید و اوکی شد همه چیز و فهمیدید واتر پمپ سالمه یا خراب، دوباره همین پیچ رو سر جاش ببندید و سفت کنید و آب رادیاتور رو فول کنید. این نکته بود که باید در مورد واتر پمپ به شما میگفتم. دم همتون گرم. لایک این ویدیو یادتون نره. موفق و پیروز باشید.